و عرض سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه آموزش جاوا اسکریپت در خدمتتون هستم این جلسه میخوام در تو سویچ صحبت بکنم و اینکه چه کاربردی داره یه مثالی میخوام بزنم اول با ایف و دو حالت ایف رو مینویسم بعد میریم با سویچ مینویسیم ببینیم فرقشون چیه و چرا از سویچ استفاده میکنیم و بازی منچو احتمال همتون بازی کردید یه تاثیر رو میندازید یه عددی یک تا شیش میاد و در متناسب با اون مقداری که میاد شما یه حرکتی رو انجام میدید میخوام اون رو با دقیقا ایف بنویسم یه متقلی تعریف کنم به نام کانس دایس مصافیس با مثلا یک فعلا میگم ایف دایس مساوی شد با یک کن کن you got one همین رو میکنم بعدش تا شیش دو سه چهار پنج شیش خب یه دو سه چهار پنج شیش این میشه two three four 5 و 6 یه حالت else هم میذارم برای آخرش که اگه یک تا 6 نبود یعنی چی بود بچه ها uh, else که نه یه ایفه دیگه میذارم میگم اگر دایس کوچکتر از یک اور دایس بزرگتر از 6 بود چه بیفته یه پیغام دیگه نماش بدیم مثلا کنسول دات لاک بذارید با دبل کوتیشن بنویسم یو دیدند رول دایس یعنی دایس ها هنوز ننداختید شما منظورش همینه این دقیقا حالتی که شما با ایف خالی مینویسید من اینو رفرش میکنم میگه یو گات وان چون این چون یکه من اینو بکنم پنج میشه یو گات اگه یه عدد بی ربطه هم بزنم که یک تا شیش نباشه میگه you didn't roll dice حالا بیم همین رو با السیف ال بنویسیم برای اینکه با الcif بنویسیم فقط کافی که قبل همین ایفا یه الس بذارم به صورت و این ایفا آخرم دیگه نیاز نداریم میکنم الس و شرطش هم دیگه اصلا نیاز نداریم حالا رفرش میکنم همچنان همون پیغام میده هفت گذاشتم شیش بذارم میگه سیکس سه بذارم میگه تری داره کار میکنه پس این دو حالتی که شما میتونید با ایف و ایف خالی یا با ایف و الف ال... بنویسید حالا بریم همین رو با سویچ بنویسیم ببینیم چه فرق میکنه خب من اینو بذارید کامنتش بکنم چجوری کامل میشد کلش نه نه پاکش میکنیم بینیش من شورتکاتش یادم رفت خب حالا میخوام همین رو بینیم با سویچ بینیسیم بچه ها. چی کار میکنیم آه... منویسیم می سویچ متقریر که میخوام روش سویچ هشت منش رفت سویچ آره متقریر که میخوام روش سویچ بزنیم دای سه بچه ها بعد میرم تو کلمه کیس رو می‌نویسم؟ کیس وان log you got one بعدم بریک همینو کپی میکنم برای کیس های یک تا شیش بچه خب این میاد اینجا میشه کیس دو اینم هم یه پله بیاد عقب یه پله بیاد اقب اینم هم بیاد اینجا این بیاد اینجا این بیاد اینجا نه این نه جاش بود این بیاد اینجا و اینم بیاد اینجا این میشه سه این میشه چهار این میشه پنج این میشه شیش این آخری دیگه لازم نداریم به جاش چی باید بنویسیم بعد یک کلمه کلیدی دارم برای دیفالت حکم السو داره بچه ها حکم السو داره اینجا میزنم کنسول دات didn't roll dice. اینجا میشه تو تی، فور فایف سیکس میبینید بچه ها چه ساختاری دارد ساختارش به این شکلی که بچه ها یه متغیر بهش میدیم حالت مختلف متغیر رو در قالب کیس میدیم هر کون از کیس ها که اتفاق بیفته اون دقیقا دستوراتی که بعد از کیس نوشتیم و بین دقیقا این کیس و کیس بعدی اجرا میشه بریک رو چی میذاریم بریک رو اگه نذاریم بچه ها میره بقیه کیس ها هم دونه دونه چک میکنه خب نیازی نیست که وقتی یکیش مصابه بوده قایتا بقیه نیست دیگه بریک میذاریم که اگر یه دونه از کیس ها اوکی بود دیگه از کل سویش بیاد بیرون اوکی؟ دیگه اجرا نکنه بقیه و دیفالت هم برای چیه اگه همه کیس ها هیچ کدوم برابر نبود مقدار دیفالت اجرا میشه بریم چکش بکنیم اینو یو گات تری الان دایسمون چند بوده تیری بوده احتمالا که اینو دافته بذار ببینم بله سینه بکنم نو no خارج از اون میگه که یو دیدنت رول دایس میبینید درست اجرا میشه اگه بدمش 6 میشه 6 درست پس این میشه بچه سویچ نحوه استفاده از سویچ داخل در قلب جاوا اسکریپت خیلی خوب بریم بیایم جلسه بعدی میخوام در رابطه با حلقه صحبت بکنیم یکی دیگه از عناصر مهم زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت فعلا خدا نگهدار